به نام خدا. سلام، توی قسمت قبلی ما راجع به روش های ترمیم مخصوصا مبتنی بر لاگ فایل ها با هم صحبت کردیم و حالا یه کلیاتی رو گفتیم راجع به شرایطش رو، اینکه لاگ فایل چی و استراکچرش چجوری و از این داستان ها. حالا میخوایم با هم راجع به در واقع روش استفاده از این لاگ فایل برای ترمیم استفاده کنیم. ببینید، معمولا دوستان ما وقتی یک لاگ فایلی رو که داریم، اگر ما به کرش برسیم، در واقع سیستممون خراب شده باشه، میاد بالا و میبینه که اگر بتونیم اینها رو ببندیم، خب خودش بسته شد خدا رو شکر. وقتی اگر سیستم کرش میکنه، شروع میکنه میخواد دوچاره در واقع بره تو فرآیند ترمیم و ریکاوری، معمولا دو تا برنامه، یعنی دو داستان مختلف میتونه با یک تراکنش داشته باشه از روی لاگ فایل. یا اون تراکنش باید ریدو بشود یا باید آندو بشه. خب این گنجشکا هم که دارن دیگه از خودشون میخونن. ریدو جاییه که یک تراکنشی با موفقیت، حالا نگیم با موفقیت تثبیت شده، بگیم با موفقیت کارش تموم شده، بالاخره تکلیفش مشخص شده، اون تراکنش سیفه که اعمالش در واقع ریدو بشه. البته ما میبینیم با هم که معمولا ما میریم به سمتی که ریدو کردن برای کسانی که واقعا دارن تثبیت میشن. آن دو هم معمولا اون تراکنش هایی هستن که معمولا میشه گفت ناتمام موندن، و اگر به عبارتی یک تراکنشی ناتمام باشه، یعنی من داشتم وسطش برق رفته، داشتم کار میکردم وسط تراکنشم برق رفته، خب باید آندو بشه. آندو کردن هم که اگه یادتون باشه اینجوری بود که ما میگفتیم یه تی آیی میاد روی آیتمی مثل ایکس، مقدار اولد رو با مقدار نیو در موقع رکورد لایون بود جایگزین میکنه. خب بیاید یه مثال ببینیم توی کتاب، چون من فکر میکنم یه مثالی اینجا بود برای دو تراکنش. این مثال رو ببینید، تراکنش تی صفر و تراکنش تی یک. تی صفر میخواد رید کنه ای رو، اینجا میبینید رید میکنه ای رو، از ای 50 تا کم میکنه و مقدار ای هم فکر کنم اولش 1000 تا بوده، اگر نباشه اینجوری، آره مقدار A 1000 تا بوده، B 2000 تا و C 700 تا. پس بذار اینجا هم بنویسم، مقدار A در شروع 1000، B 2000، C 700. خب یه تیبل رو بنویسیم لاگ ها. فرض کنیم که اول تی 0 انجام میشه بعد تی 1. خب اولین دستور اینه که من باید بگم که تی صفر استارت شد دیگه توی لاگ فایلم، یعنی بگم تی صفر و استارت. خب دستور بعدی که توی لاگ فایل افکت داره اینه که من از A میخوام 50 تا کم کنم، یعنی میگم تی صفر A رو از 1000 کرد 950، همچین لاگ در واقع لاگ رکوردی باید بزنم. بعدی میگه به بی 50 تا اضافه کن، دوباره میگم تی صف بی 2000 رو میکنه 2050، و دستور بعدی تی صف و کامیت. ای بابا چقدر بد نوشتیم. خب کار تی صفر تموم شد. اول فرض کنیم تی صفر داره اجرا میشه. توی تی یک چی؟ تی یک داره صرفا استارت میشه و تی یک میاد مقدار سی رو از 700 100 تا کم میکنه، میکنه 600 و تی یک کامیت میشه. ببینید الان من با داشتن یه همچین لاگ در لاغی همچین لاگ فایلی، هر تراکنشی مثل تی صفر یا تی یک رو میتونم ریدو کنم یا آندو کنم. ریدو کردن که کار نداره، از اینجا شروع میکنم، از این قسمت به پایین
دستور رو دوباره اجرا میکنم و مقدار نیو ولیو رو مینویسم. برای آندو کردم بازم میتونم از اون کرده شروع کنم و برای اینکه مثلا T1 رو آندو کنم کافیه اولد ولیو رو بنویسم. معمولا هم شرایط اینجوریه که اینجوریه که دونه دونه بیایم ریدو و آندو بکنیم، بلکه از همون اول مشخص میشه کی باید ریدو بشه آندو بشه، بعد از همون اول شروع میکنیم همه رو اعمال میکنیم، چون نتیجه خیلی فرق نخواهد کرد. حالا بیایید شرایط در واقع من ریدو و آندو رو گفتم، در واقع ریدو رو گفتم، حالا باید بگیم برای آندو باید چه کنیم. ریدو کردن که میریم اجرا میکنیم، آندو میخواییم بکنیم چیکار باید بکنیم. ببینید دوستان، من اگر ریدو بکنم یه چیزی رو و وسط ریدو کردن، یعنی به این فرض کنید که کامپیوتر کرش کرد، یه کرش داشتیم که سیستم اصلا خاموش شد و هر چیزی، من رفتم توی فاز ریدو قبل از این که کار ریکاوریم تموم بشه دوباره کرش رو افتاد، دوباره اینجا یک کرش رو افتاد، ممکنه دیگه برقا رفته، سیستم دوباره من ریبوت کردم اومد بالا میخواد خودش رو ریکاور کنه دوباره برق میره، آیا مشکلی پیش میاد توی این ریدو کردم؟ نه، و برق میره دوباره از اول میام ریدو میکنم، مشکلی ندارم. اما برای آندو کردن چی؟ ببینید ما اگر طی شرایط آندو کردن یک عبارتی دوباره یک کرش داشته باشیم داستان خواهیم داشت، چون تغییراتی دادیم که یه سری تغییرات رو برعکس کردیم. برای همین در زمان آندو کردن ما دوباره میایم توی لاگ فایلمون یه سری چیزایی رو یادداشت میکنیم که بهشون میگن undo only records. این به چه دردی میخوره؟ به این درد میخوره که من اگر توی فرایند ریکاوری به این undo only records ها برسم، میدونم که یک چیز در واقع undo کردنی رخ داده و تموم شده، و اگر تموم شده میتونم در ریکاوری بعدی اثرش رو درست در واقع توی سیستم اعمال کنم. ببخشید به اینا میگیم ریدو اونلی، ببخش من اینجا اشتباه کردم. این میگیم ریدو اونلی. پس ببین ما در زمان اندو کردن یک تراکنش فقط اینجوری نیستش که مقدار old value رو بیاییم بنویسیم، نه تنها old value رو مینویسیم، بلکه یک سری رکورد های خاصی رو مینویسیم به نام read only log records و فقط توشون مقدار در واقع update شده رو نگه میداریم، چون نیازی به اون مقدار قدیمیه که نداریم دیگه، مقداری که قرار آپدیت بشه نگه میداریم. خب در واقع اون نیو ولیوه میشه اورجینالش دیگه، من اینجا یادداشت کنم که فقط اورجینال ولیو توشه، یعنی بالاتر که شما هم راحت تر بود. پس یه زمان آندو کردن یه چیزایی رو یادداشت میکنیم که اوریجینال ولیو رو فقط مینویسیم بهشون میگن ریدو اونلی رکورد، و وقتی که آندو کردن یک تراکنش تی آی تموم شد، این خیلی مهمه، میایم مینویسیم تهش تی آی و ابورت، یعنی همچین چیزی رو یادداشت میکنیم، میگیم تی آی ابورت کرد، و اینجوری میدونیم که کارمون با تی آی تموم شده. پس این دوستان ما الان یک سری رکورد های جدیدی برای ریکاوری اضافه کردیم به نام read only records که در حین انجام فرایند undo اونها رو بین undo یه ذره اسمش شاید تناقض باشه، ولی در حین شرایط undo ما این رکورد ها رو یادداشت میکنیم که ته تهش اگر حتی زمان ریکاوری ما کرش بکنیم دوباره بتونیم شرط درست رو بازیابی کنیم. حالا ببینیم تکلیفمون چیه. پس ما الان برای آندو کردن و ریدو کردن فرایندها رو داریم. حالا چه تراکنشی باید آندو بشه و چه تراکنشی باید ریدو بشه؟
خب آندو کردن که فکر میکنم ساده باشه. کی من یه چیزی رو باید آندو کنم؟ وقتی یک تراکنشی استارت داره ولی هیچ کدوم از کامیت و ابورت رو نداره. ببین ندارد، اینجور نیزم ندارد بشم نو جلوش. استارت دارد، یک تراکنشی از من لاگ فایل رو دارم نگاه میکنم، یک تراکنشی استارت خورده ولی نه ابورت شده و نه کامیت شده، قطع بدیهیه که این تراکنش باید آندو بشه. قبول دارید دیگه، ناتمومه، یک تراکنش ناتموم باید اثرش حذف بشه. و در زمان آندو کردن گفتیم بریم تک تک دستورات رو در واقع یه دونه، علاوه بر این که اثرش رو آندو میکنیم، یه لاگ رکورد خیلی خاص به نام ریدوندی هم ریدوندی رکورد اضافه میکنیم که اوریجینال ولیو، یعنی مقدار اصلیش رو توش یادداشت میکنیم، در واقع اون مقدار اولدش رو، حالا این اولد اوریجینالش رو، چون اینجا اولد و نیوی ذره دو تایی قاطی میشن ما. اما برای ریدو کیا رو باید ریدو کنیم؟ اونهایی که استارت مجددن دارد و یکی از اینها رو داشته باشه، یا کامیت باشه یا ابورت باشه. اینجا یه ذره داستان پیچیده است. آندو که مشخص استارت شده یا کامیت یا ابورت نشده، بله باید دوباره انجام بشه. بازم تو این فقره اونی که استارت شده و کامیت شده باید ریدو بشه، ما حل میگیم اوکیه، مشکل نیست دیگه، تراکنش شروع شده و کامیت هم شده، خب باید دوباره انجام بشه که اثرش مطمئن باشیم روی دیتابیس هست. اما اگه ابورت شده چرا باید دوباره انجامش بدیم؟ دلیلش چیه؟ اینجا نکتهش در میاد. دلیلش همون ریدو only record ها هستن. به این وقتی گفتن ما چند تا کراش متوالی داشته باشیم، این دفعه اول کراش، دوباره کراش میکنیم، دوباره کراش میکنیم، اگر ریدو only record ها رو یادداشت کرده باشیم، من وقتی ریدو only record رو یادداشت کردم، اون قضیه آندو مجددا داره انجام میشه دیگه. ببین ما چون از لاگ فایل چیزی رو پاک نمی کنیم دوستان، یعنی اگه تراکنش ناقص مونده اینجوری نیست که دفعه بعد ریکاوری کردیم مثلا بیا پاکش کنیم. لاگ فایل معمولا اصطلاحا به اینا میگن اپند اونلی، یعنی فقط تهش می نویسیم، هی تهش می اضافه می کنیم. حالا یه فرآیند چک مونتینگی هست که الان بهتون میگم که باعث میشه سریعتر بشه کارمون، ولی فرضمون الان باید بر این باشه هر دفعه سیستم کراش میکنه از به بسم الله لاگ فایل شروع میکنه، تپ 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 میزنه تا پایین همه رو اجرا میکنه. و برای همین من اون رید اونلی رکورد هایی که یادداشت کردم و تهش ابورت نوشتم باید انجام بشه، در واقع یه آندوی بوده دیگه، یه آندوی در زمان قبل بوده. بنابراین ما در زمان ریدو کردن اگر استارت داشته باشه یک تراکنشی، چه کامیت و یا چه ابورت داشته باشد، باید ریدو بشه. اگر نه کامیت داره و نه ابورت داره، ما هیچ کاری باش نداریم و در واقع ببخشید هیچ کاری آندوش میکنیم، نه هیچ کاری باش نداریم و همون رید اونلی رکورد ها براش یادداشت میکنیم. حالا ما تا اینجا اومدیم و یه نکته ای ممکنه به ذهن من بیاد، اون هم فرایند در واقع زمانگیر بودن فرایند ریکاوری هست. ما این چیزی که ما گفتیم، شما ممکنه بگید آقا مثلا یه دیتابیسی ممکنه 10 سال کار کرده، چون نم این گیگ یا حتی ممکنه چند ترابایت لاگ براش جمع میشه. وقتی چند ترابایت لاگ داره، هر دفعه که سیستم کراش میکنه دیتابیس باید انگار بیاد از ازل هر دستوری اجرا کرده یا ریدو کنه یا آندو کنه دیگه، کل اون لاگ فایل رو باید بررسی کنه. آیا این فرایند زمانگیری نیست؟ جوابش اینه که بله هست و بسیار هم فرایند زمانگیری است. من چیکار میتونم بکنم که هر دفعه نیام از اول کار رو انجام بدم؟ یک تکنیکی هست به نام چک پوینتینگ. حالا
چک پوینتینگ رو نمیدونم فارسی باید چی بگیم بهش. بذار سرچ کنم من بگم ترانسلیت کن چک پوینت تو پرشین. شما بجای نقطه استقال ایست بازرسی آخر حالا واقعا هم ایست چک پوینت جاییه که تو اتوبان ها و اینا مثلا نگه هم دارن شما رو بازرسی میکنن. حالا بگیم نقطه بازرسی بهش، اشکال نداره، چاره ای نیست. پس من یه زن نقاط بازرسی قرار دادم که کار شما رو راحت میکنه. منظور از نقاط بازرسی چیه؟ شما مثلا احتمالا بازی کردید دیگه، شما مثلا جی تی ای مثلا بازی میکنید، پاب جی بازی میکنید، هرچی سپلینتر سل بازی میکنید، یه خیلی جایی شما میتونید بازی تو سیف کنید، یعنی بگید آقا من جای خوبی هستم، یه جای خوبی نشستم، به یه جای سالمی رسیدم، اگر کامپیوترم و نم پی اس فورم رو خاموش کردم دفعه بعد نخواهم از اول بازی رو بیام، میدونم که اینجا هم اینجا لطفا برای من سیف کن، بدون که تو اینجای همه چیز استیت بازی رو سیف کن و من دفعه بعد از همینجا میخوام شروع کنم. دقیقا این هم همونه، یک فرایندیه که در اون فرایند دیتابیس میاد استیت کامل و صحیحی که الان داره رو میگه. آقا تو این زمان از لاگ فایل در واقع مثلا فرض کنید لاگ فایل شما دارید، یه رکورد هایی داره مثلا از R0 R1 همینجوری اومده تا مثلا R، مثلا اینجا هم بگیم R مثلا 562 و 3 نقطه و R100. خب ممکن تو اینجا بیاد بگه آقا اینجا همه چی اوکیه، و شما دفعه بعد اگر خواستی یه سیستمی کرش کرد، من میدونم تو R62 قطعا توی اون استیبل استوریج من هست، یعنی اثر ریدو کردن تا R62 چون تو استیبل استوریج هست، شما از این بعد میتونی از اینجا شروع کنی. خب فرایند چک پوینتینگ چجوریه؟ ببینید توی فرایند چک پوینت من باید سه تا کار رو انجام بدم. بذارید بیام به چک پوینت برسم. این سه کاری که اینجا در کتاب شما هم اشاره کرده خونده شد، یک، هر لاگ رکوردی که لاگ رکوردی که در حافظه داریم باید منتقل بشود به استیبل استوریج. اصطلاحاً به این منتقل شدن توی سیستم عامل میگن فلاشینگ. فلاشینگ یعنی خالی کردن، دستشویی میدید فلاش تامکو میکشید، مثلا سیفونو میکشید خالی میشه، به اون میگم فلاش کردن، چیزی رو کلا خالی کردن. پس هر لاگ رکوردی که من دارم توی حافظه باید منتقل بشه به استیبل استوریج. تمام بافر بلاک هایی که من دارم، حالا پیج باشه، بافر بلاک باشه، هر چیزی که دارم باید توی دیسک نوشته بشه، یعنی چه مال سیستم عامل باشه چه مال خود دیتابیس باشه. و بعد از اینکه همه چیز روی دیسک نوشته شد، سومین کاری که باید بکنم اینه که یک رکورد خاص من باید بنویسم به نام چک پوینت. همچنان که در واقع اون اله، یک این اله من بنویسم دیگه، لیست تراکنش های فعال هست. برای چی این کارو میکنم؟ ببینید من وقتی میخوام چک پوینت توی سیستم، چک پوینتی یا در واقع از هر روشی که برای چک پوینت کردن باشه، اینجوری بهتون بگم، توی هر نرم افزار سیستمی نیاز داره که جلوی آپدیت ها رو بگیره. حالا یک راه برای چک پوینت کردن اینه که خب من بگم میخوام چک پوینت کنم، چیکار کنم؟ بیام اجازه شروعش تراکنشی رو ندم و وایسم تا همه تراکنش های جاری تموم بشن. بعد از اینکه تموم شد، یعنی هیچ تراکنش اکتیو تو سیستم نیست، جلو همه چیزم میگیرم، چک پوینت تموم میگیرم، ذخیره میکنم، همه چیز اوکی میکنم، رکورد چک پوینت میذارم و تموم شد. وقتی نیاز به ال ندارم، نیست تراکنش فعال. خب این یه پازی رو به سیستم میده که خوب نیست، چون میگم در طی فرآیند چک پوینتین من هیچ آپدیتی رو مجوز نباید بهش بدم. پس این خیلی مهمه در زمان چک پوینت گرفتن، حق انجام هیچ آپدیتی وجود نداره.
راه دیگه چیه؟ راه دیگه اینه که من عوض اینکه وایسم همه تراکنش ها تموم بشه بیام جلوی هر آپدیتی روی دیبی رو پاز کنم، یعنی دستورات رایت و آپدیت و دیلیت و اینا رو جلوشو بگیرم، ولی خب تراکنش ها رو نه وای نسم تمام بشن، همون استیتی که هستم همین چیزم فلاش کنم، نذارم آپدیت بشه چیزی و بعد لیست تراکنش های فعالم توی چک پوینت هم بنویسم که بعدا به دردم میخوره زمان ریکاوری. حالا که من چک پوینت گرفتم، رکورد چک پوینتی از در واقع بگم استیت دی بیم توی لاگ فایلم دارم، خیلی چیز خوبی میشه. دو تا به من ویژگی میده چک پوینت. یک، ریکاوری اسپید رو میبره بالا. سرعت ریکاوری من خیلی میره بالا دیگه، عوض این که از اول لاگ فایل شروع کنم به ریکاوری، از آخرین چک پوینت شروع میکنم. و نکته ای هم که وجود داره این خیلی هم بهتون بگم دیگه، معمولا مثلا دیتابیس ها ممکنه هر چند دقیقه یا هر ساعت یه چک پوینت قشنگ از خودشون بگیرن، و یعنی این که من خیلی عملیات های کمتر نسبت به کل عمر دیبی رو باید انجام بدم. و دو، یه چیزی هست به نام لاگ ریتنشن، به من اجازه میده چک پوینت گرفتن که البته قانونی تو کتاب ننوشته و ممکنه یه ذره تریک هم داره، ولی من اجازه میتونه بده چک پوینت داشتن که لاگ رکورد های قبل و کهنه تر از چک پوینت هم پاک کنم، چون من استیتشون تو دیبی دارم و تو استیبل استوریج برایش بیام کار نکنم. البته این نکته هم داشته باشید که معمولا در زمان چک پوینت گرفتن یه تایم استمپی، یه استمپ خیلی خاصی هم به اون چک پوینت توی لاگ فایل میکنن هم به دیبی، که شما میدونید که این استک دیبی مال مثلا این چک پوینت آخرین بوده و معمولا آخرین چک پوینت برای ما مهمه. چک پوینت های قبل میشه ریخت تا دور اگر میدونید که تو دیبی اعمال شده چک پوینت اون که قطعا شده دیگه. اینم از چک پوینت، داستان چک پوینت و چک پوینت گرفتن که دیگه آره دیگه اینجا هم تو کتابتون هم گفته دیگه. بعد از این دیگه من فقط برای اگر با فرض این که تیکه محل چک پوینت باشه، برای تمام تی هایی که بعد از در واقع تیکه اومدن دیگه بررسی میکنم و دیگه خیلی سریع تر قضیه‌ام. حالا یه چیزی برای من فازی چک پوینت هم هست که به نظرم بی خیال، چون یه حالت خاصیه که به شما در واقع اجازه میده که چک پوینت ها رو حتی در حالی که در واقع مشغول نوشتن بافر هاتون هستید انجام بدید. ولی الان دیگه نظرم خیلی چیز نیست. خب یه جمع‌بندی بکنیم و من این ویدیو رو تموم کنم که بگم طولانی هم شد. من خدمتتون عرض کردم که در فرآیند ریکاوری ما دو تا کار باید انجام بدیم. بعضی از تراکنش ها باید ریدو بشن که در واقع اون تراکنش هایی هستن که تثبیت شدن، و بعضی از تراکنش ها باید آندو بشن، اونا تراکنش های نیمه کاره هستن. و یه مثال از لاگ رکورد ها رو هم برات اونجا نوشتم برای دو تا تراکنش توی کتاب، و خدمتتون گفتم توی ریدو کردن که کاری نداره، من اگه سیستم کراش کرده خب ریدو ها رو همرا انجام میدم، ولی اگر آندو بخوام بکنم علاوه بر این که اون آندو رو انجام میدم یه لاگ رکورد خیلی خاص به نام ریدو اونلی رکورد می نویسم که توی اون فقط اوریجینال ولیو هست و تهش هم یه ابورت می نویسم. این برای چیه؟ برای اینی که برای الگوریتم پردازشمونه. اگر ما بخوایم آندو کنیم، یعنی اون در واقع تراکنش هایی که استارت دارن ولی کامیت و ابورت ندارن که همون فرآیند آندو رو بریم جلو، ولی برای ریدو کردن تراکنش های ریدو میشن که یا استارت دارن و یا کامیت دارن یا ابورت، حتی ابورت داشته باشن، باید در واقع اگر ابورت داشته باشن باید دوباره ریدو بشن. در واقع این همون ریدو اونلی رکورد ها هم که باید انجام بشن و تضمین میکنه که بعد از کرش های متوالی من همچنان اون ریدوی و آندوی اصلی رو اپلای کرده باشم. و من خدمتتون گفتم که من برای فرآیند ریکاوری همیشه باید لاگ فایل رو از اول تا آخر بریم بیام اجرا کنم و ریدو آندو انجام بدم.
این خیلی میتونه زمانگیر باشه. یک تکنیک خیلی رایج برای اینکه این زمان رو ما کاهش بدیم استفاده از روش رو چک پوینتینگ که بهش نقطه بازرسی میگن، و به این صورته که من در یک نقاط خاصی میام هرچی لاگ رکورد اگر توی حافظه اصلی دارم میریزم روی استیبل استوریج، همه بافرهامو خالی میکنم و توی استیبل استوریج توی لاگ فایلم یه دونه چک پوینتی از ال مینویسم که ال لیست تراکنش های در واقع فعال زمان چک پوینت کردن هستن. این تضمین میکنه که من توی یک جایی از لاگ فایل بدونم که دیبیم حداقل تا اونجا حتما توش همه چی بوده و زمان چک پوینتینگ هم که هر گونه آپدیتی روی دیبی متوقف میشه. این من اجازه میده که اگر ترکیدم دیگه از چک پوینت به اونور رو بیام لاگ رو در واقع اعمال و بررسی بکنم و خیلی از نظر زمانی من رو جلو میندازه. خب دیگه فکر کنم نکته دیگه نیست. من خدمتتون خداحافظی میکنم تا جلسه بعدی که ببینیم به کجا قرار برسیم. فعلا خدا نگهدار دوستان.